خب توی این درس ما میبینیم چطور میتونیم رنگ دو تا تصویر رو با هم مچ بکنیم تصویر شماره دو ما این تصویر هست و تصویر شماره یک ما این تصویر قبل از اینکه من بخوام بیشتر در مورد این درس توضیح بدم جا داره از آقای سجادی کارگردانی مجموعه تشکر بکنم بابت این راش هایی که در اختیار ما گذاشتن خب شما همونطور که اینجا میبینید تصویر شماره یک ما و تصویر شماره دو ما از نظر رنگی یه مقدار تفاوت دارن تصویر شماره یک یک مقداری به رنگ های و قهوه و اصولا رنگ گرم تمایل داره و تصویر شماره دو به رنگ سایان آبی و اصطلاحا رنگ گروه سرد این اتفاق به بنا به چند دلیل میتونه بیفته یکیش اینه که شما دو تا دوربینتون با هم درست مچ نشده باشن وایت بالانس نشده باشن یا به حال از دو تا مارک مختلف باشن به طور مثال دوربین شماره یک شما کنون باشه دوربین شماره دو شما سونی باشه یا خیلی از عوامل ممکن این اتفاق رو ایجاد بکنن و نتیجهش این بشه که شما دو تا تصویرتون به هم نچسبن یعنی قاعدتا شما همونطور که میبینین اینجا ما این تصویرمون با این تصویر از نظر رنگی تفاوت زیادی داره خب شما میتونید توی فانوکا تا حدی حد مشکل رو از بین ببرید برای این کار من میام تصویر اولم رو انتخاب میکنم میام افکت ویدیو فیلترز کالر کورکشن کالر وی و همین کار رو برای کلیپ شماره دو هم میتونم انجام بدم یا اینکه بیام مثلا روی همون فیلتر اولی و بگم این همین فیلتر رو به کلیپ بعدی هم نسبت بده که در واقع این فلش شماره یکه همطور که شما نیم به کلیپ دوم هم این فیلتر نسبت داده میشه خب چیزی که ما میخوایم بیشتر در موردش توی این درس صحبت بکنیم مچیوه این عنوانی که شما اینجا میبینید و توی قسمت اول فانال ما زیاد صحبتی راجع بهش نشد برای این کار شما باید بیاین یک قسمتی رو که توی دو تا تصویر تکرار شده انتخاب بکنید به طور مثال این گونه بازیگرمون آیه بابک رو من انتخاب میکنم و فکر میکنم بتونم عین همون رو هم توی کلیپ دوم پیدا بکنم دابل کلیک من میکنم تا فیلتر مورد نظر لود بشه و همونطور که شما بینید اینجا یه تغییرات ایجاد شد آی دراپر ما یا همون قطر چکونه ما که خب رنگمون رو برمیداره اما اجازه بدید من این در رو آف بکنم وایر فریم رو چجوری میشه حالا این دو تا تصویر رو مچ کرد شما همونطور که میبینید یک یکی از آیکونای های ما از این آیکون های سگانه از رنگ سفید تبدیل به سبز شدن معنیش اینه که شما حالا اون رنگی رو که توی کلیپ اول انتخاب کرده بودید توی کلیپ دوم هم انتخاب بکنید برای کلیپ دوم شما دیگه نباید از این آیکون استفاده بکنید شما باید بیاید اینجا روی این آیکون سبز کلیک بکنید و بیایید مثلا همینجا من فکر کنم حدودا همون رنگی باشه که توی تصویر اول ما بود انتخاب بکنید و همونطور که شما می‌بینید خیلی از مشکلات ما رفع میشه یعنی در واقع الان این دو تا تصویر خیلی راحت‌تر به هم می‌چسبن و زمانی این بیشتر دیده میشه که من این فیلتر رو آف بکنم شما همونطور که می‌بینید اینجا خیلی مشکل واضح‌تره این یه مرحله از کار و خب خیلی از شات ها رو ممکنه با همین یک کار کوچیک و ساده مشکلش رو رفع کرد و نیاز به کار دیگه ای نداشته باشه اما روش دیگه ای هم وجود داره و یه مقدار شاید بشه این کار رو پیشرفته تر انجام داد و پیچیده تر انجام داد و اون هم بررسی و آنالیز تصویره به این معنا که شما میتونید بیاید اصلا من مودم رو عوض بکنم بیام توی کال کورکشن لیاتم رو و اصلا تصویر اول و دوم رو ما ببینیم توی تصویر اول من میام اینجا و نگاه میکنم و به طور مثال میتونم وی فرمم رو ببینم پراکندگی نقاط من توی قسمت پایین تصویر زیاده اول کارهایی که به صورت معمول ما انجام میدیم رو انجام میدم من یه مقدار تصویر و کنتراستش رو بیشتر میکنم و همطور که شما دیدید یه خورده بهتر شد این پرکندگی رنگ روی این پارچه حالا ممکنه من اصلا بخوام خود این تصویر رو یه مقدار خونساتر بکنم و از این پارچه این رنگ ماژنتا رو بگیرم همونطور که شما میدونید و اگر درس قبلی ما یعنی در واقع سری قبلی ما رو دیده باشید یا خیلی بهتر اگر کالر ما رو دیده باشید رنگ اصولا توی نرم افزارهای اصلاح رنگ سه تا خاصیت داره یعنی در واقع تقسیم میشه به سه تا خاصیت اصلی هیو یا همون خود اصل رنگ که مثلا قرمز ماژنتا حالا بلو آبی ببخشید سایان سبز زرد و حالا یا هر چیز دیگه ایه سچوریشن که میزان قلزت رنگ ماست در واقع هرچی از این دایره دورتر بشیم رنگ غلیستر میشه و سچوره تر میشه و تیرگی و روشنی یا همون ولیو یا لول یا برایدنس حالا هر کدوم از این اصطلاحاتی که شما قبلا شنیدید که در واقع تیرگی و روشنی تصویره. اینجا مگه بخوام با چپ و راست کردن هر کدوم از این اسلایدرها زیر میتون ها هایلایت یا همون ها وایتس و شادوز یا همون بلکس میتونم این تصویر رو تغییر بدم. پس ما در واقع سه تا خاصیت اصلی برای رنگ داریم هیو یا همون رنگ سچوریشن یا همون غلظت و ولیو یا همون تیرگی روشنی و خود تیرگی روشنی هم باز به سه تا قسمت تقسیم میشه هایلایت یا قسمت های خیلی روشن بلکس یا شادوز یا همون قسمت های خیلی تیره و میتونز که خاکستری ها هستن شما اگه اینجا الان توی وی فورم ما نگاه بکنید تصویر ما بیشتر از سی تا صفرن یعنی بلک هستند. معمولا ما از بلک یعنی از صفر تا 20 رو سایه میگیم از یا مثلا تا 25 از 25 تا 75 رو میتون و از 75 تا 100 رو سفید پس همونطور که شما میبینید تصویر ما اینجا خیلی تیره است یکی از چیزهایی که خیلی باعث واضح شدن یا به چشم اومدن تفاوت توی دوتا تصویر میشه هماهنگ نبودن کنتراست بین دوتا تصویره در واقع شما اینجا هر چقدر نوع فواصل این نقاط یا بهتره بگم تفاوت پراکندگی این نقاط توی تصویر با تصویر شماره دوی شما همگونتر باشن شما تصویرهاتون راحتر مچ خواهند شد شما همونطور که میبینید توی این تصویر ما اونقدر که توی قسمت شات قبلی دیدیم تا تیرگی نداریم پس میتونیم یه مقدار شدو رو روشنتر بکنیم یا اینکه مثلا شدو ها رو من یه خورده تیرتر بکنم حالا بیام میتون ها رو یه خورده روشنتر بکنم که خود تصویر از نظر ارزش تصویری خیلی بیروح و کم کنتراست نشه بیام توی قسمت دوم همین کار رو تکرار بکنم شما همونطور که اینجا میبینید من هی دابل کلیک میکنم روی این دوتا تصویر مثلا روی تصویر اول من دابل کلیک میکنم تا فیلترش باز بشه روی تصویر دوم هی دابل کلیک میکنم تا فیلترش باز بشه اگر این کار براتون آزار دهنده است شما میتونید بیاید اینجا از این قسمت بالا اوپن رو انتخاب بکنید الان من روی هر کدوم از این کلیپ ها که بیام فیلتر مورد نظر اون اینجا لود میشه و دیگه نیاز به دابل کلیک کردن ندارم خب اینجا من باز همون کار تکرار میکنم سیاهی هام رو یه خورده تیره تر میکنم سفیدی ها رو یه خورده روشنتر و هایل میتون هام رو هم یه ذره روشنتر میکنم خب شاید الان این دو تا تصویر یه مقدار مچتر و هماهنگ تر شده باشن هرچند که این تصویر هنوز تیره تر پشت کت بازیگرمون هنوز خیلی تیره است و میتونه بازم به نظر من روشنتر بشه یه خوردم فکر کنم بتونیم سچوریشن رو بالاتر ببریم و حالا اینجا هم فکر میکنم یه خورده زیاد هایلایت های تصویر رو اضافه کردیم خب یکی از چیزهای دیگه که اینجا میتونه ما خیلی کمک بکنه همین وکتورسکوپ هست باز شما میدینید نوع پراکندگی رنگ هایی که ما اینجا داریم با نوع پرکندگی رنگ هایی که اینجا داریم خیلی خیلی متفاوته اینجا به این شکل هست و اینجا به این شکله کاملا مشخصه که اینجا تمایل دارم به رنگ های سایان و آبی در واقع سبزابی و آبی و اینجا تمایل دارم به رنگ های قرمز، ماجنتا و زرد در واقع بنفش میشه گفت تقریبا قرمز و زرد خب حالا برای این کار چی کار باید انجام بدیم match hue فقط یک دونه از این color wheel ها رو میتونه مچ بکنه به طور مثال شما فقط میتون فقط هایلایت یا فقط شدوتون رو میتونید از طریق اون تنظیم بکنید و در واقع رنگ هایی که تو اون گروه هستن رو مچ بکنید خب اینجا شما میتونید خودتون وارد عمل بشید و دستی بیایید یه مقداری کار رو خودتون به دست بگیرید و اون رو درست بکنید به طور مثال من میتونم اینجا تصویر رو یه مقدار خونساتر بکنم توی میتون البته یه مقدار پوست بازیگرم صدمه دید پس یه خورده کم ترجیز میکنم و همونطور که شما میدید من الان توی این هایلایت ها رنگ قرمز زیاد دارم عکسش رو به تصویر میدم در واقع مکوسش میکنم و همونطور که میدید الان پارچه خیلی سفیدتر شد چون ما هر رنگی که توی تصویر زیاد داریم اگه معکوسش رو بهش نسبت بدیم خونسا میشه و متعادل میشه میتونم فکر کنم یه خورده سچوریشن رو هم بالاتر ببرم یه کوچولو یه نکته که فکر کنم توی قسمت اول گفتم خدمتون اینجا بد نیست بدونید این خط که پوست طبیعی بازیگر هست و رنگ طبیعی پوسته اگر شما یک کاری رو توی تصویر انجام بدید و اونم که تصویر رو ببرید و فقط جوری که پوست بازیگرمون توی تصویر بمونه اگر رنگ ما با این خط تطابق داشته باشم مشخصه که اصلاح رنگمون نسبتا درست انجام شده و خوبه همونطور که شما اینجا بینید یه خورده من جابجایی دارم یه خورده شیفت دارم و میتونم اون رو یه کوچولو فکر کنم اصلاح بکنم خب من این کراپ مارکس رو برمیدارم میام توی موشن کراپ و باز میکنم تصویر رو و حالا یه خورده میتونم فکر کنم تصویر رو باز کمتر کنم سچوریشنش فکر کنم خیلی زیاد شد و بیام سراغ تصویر دوم خب توی تصویر دوم باز به همین صورت من میتونم بیام توی وی فورم ببینم کنتراستم به چه ترتیب هست مقدار کنتراست رو تغییر بدم مثلا اینجا تصویر بازی یه مقدار مخصوصا توی این قسمت تیره است میتونم اون رو یه خورده بازتر بکنم البته خیلی شد و فکر میکنم نسبتا بد نشده باشه الان حالا میتونم بیام توی قسمت وکتور همطور که شما میبینید به شدت رنگ های من تمایل دارم به آبی و سبز آبی که قاعدتا میتونم برعکسش رو به تصویر بدم یعنی توی هایلایت ها که همونطور که شما اینجا میبینید خیلی سبز شده بیام یه زردی اضافه کنم رنگ عکسش رو و توی سایه ها هم, هم قاعدتا میتونم همین کار رو تکرار بکنم که یه خورده رنگم بیشتر تمایل پیدا بکنه به رنگ های گرم باز همونطور که توی قسمت قبل گفتم یعنی در واقع چند لحظه پیش گفتم میتونید شما بیاین اون قسمت هایی رو که حس میکنید مشکوکن ببرید و ببینید که تنوع رنگ هایی که اونجا وجود داره چی چه رنگ هاییه به طور مثال اینجا ملافه خب قاعدتا باید سفید باشه ولی ما میبینیم که یه مقدار هنوز تمایل داره به سبز آبی و آبی که من میتونم باز یک کوچولو اینها رو بیشتر زردتر بکنم خب باز میتونم بیام توی موشن کراپ رو ریست بکنم و یه مقدار بهتر بشه یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره شما توی پرید میتونید نوع پراکندگی آر جی و بیتون رو ببینید اینم باز بهتون نشون میده که چقدر شما چه رنگی تو تصویرتون زیاد یا کمه خب قاعدتا اینجا ما همونطور که میبینیم آبی و هایلایت های آبی ما این قسمت همونطور که خاطرتون هست سفیدی های ما و هایلایت های ما بودن زیاده قرمزی ها کمتره و سبزی هم نسبتا متعادله توی این قسمت تقریبا آبی ها و قرمز ما برابرم با سبزی کمتره پس من اینجا میتونم یه مقدار باز آبی رو کمتر بکنم علل خصوص هایلایت های آبی رو یه کوچولو کمتر بکنم تا یه مقدار تصویر بهتر بشه چم یه خوردم سچورشن رو کلا کم بکنم چون تصویرم اینجا خیلی پر رنگ و قلیز شده نظر رنگی خب فکر میکنم البته الان این دوتا تصویر با هم مچتر شدن حالا شاید شما ما موافق نباشید ولی الان من حس میکنم این دوتا تصویر اگر توی تدوین قبل و بعد هم قرار بگیرن کات خوردن بینشون بیننده رو خیلی اذیت نکنه من اگر اجازه بدید یک بار سویچ میکنم به همون لیات استاندارد خودمون یه مقدار این تصویر رو بزرگتر میکنم و اگر با هم بتونیم یه خورده بهتر ببینیم قبل از اینکه من اصلاح رنگ بکنم این فیلتر ها رو من خاموش میکنم رنگ دو تا تصویر به این شکل بود و حالا که اصلاح شده هر دو تصویر رنگ ها به این صورت هست خب امیدوارم این درس هم برای شما مفید بوده باشه و از مچیو از بررسی و آنالیز پرید هایی که در واقع براتون توضیح داده شد مثل ویف فورم و پرید بتونید حد اکثر استفاده در بکنید و همچنین تکنیک بریدن تصویر و آنالیز کردن پراکندگی رنگ و تیرگی, روشن... تیرگی روشنی ها توی اون منطقه خاص در تصویر و در نهایت مهمترین چیزی که توی این قسمت با هم بررسی کردیم که همون مچیو هست